توجه شما را به چند خبر بسیار مهم در مورد اطبای افغان در ایران جلب می کنیم. سه هزار اتباع غیرمجاز از قزوین خارج شدند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت سه هزار اتباع غیرمجاز سال گذشته در راستای ساماندهی اتباع خارجی از استان خارج شدند. با گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری قزوین، عباس کازیمی روز شنبه 22 اردیبهشت یا سهر 1403 در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان قزوین تصریح کرد در یک سال گذشته با همکاری دستگاه های مختلف اقدامات موثری در حوزه ساماندهی اتباع خارجی صورت گرفته که قابل تقدیر است کازمی یادآور شد از هم استانی های قزوینی می خواهیم که از در اختیار قرار دادن سیمکارت، کارت کارت های بانکی خرید و فروش انواع وسایل نقلیه بدون عقص مجوز و فروش منازل مسکونی و خارجی غیر مجاز پرهیز کنند چرا که این موضوع ممکن است تبعات جبران ناپذیری برای آنان داشته باشد. طرح سپردگزاری برای دریافت دفترچه اقامت طرفداران خیلی زیادی را مخصوصا در استان البرز داشته است. با گفته مسئولان مربوطه در البرز تاکنون بیش از ده هزار نفر از اتباع افغان در این طرح به صورت ابتدایی ثبت نام کردند که این دلچسپی و علاقمندی زیاد آنها را نشان می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم جهت طرح جذب منابع مالی برای اتباع خارجی در استان البرز الحمدلله 10654 نفر ثبت نام اولیه داشتیم و اطبایی که در این طرح هزینه های بیمه و جذب منابع مالی انجام دادن 6359 نفر بودن و امروز ما الحمدلله تونستیم که اولین سری از این اطبا رو به صورت نمادین دفترچه های و بیمه نامشون رو بهشون اعطا کنیم و تعداد 20 نفر از این اطبا امروز به صورت نمادین دریافت کردن در یکی دو هفته آینده انشالله تمام دفترش این اطبا و بیمه بهشون به, به صورت کامل اونایی که از ایناشون رو واریز کردن و در, در شرکت کردن بهشون اعطا خواهد شد و این تر یکی از امتیازاتی که برای اطبای مجاز داره بیمه هست که میتونن اگر خدا که بیمار شدن یا حادثه برشون اتفاق افتاد از بیمه های حادثه و بیمه های جهت درمانشون استفاده کن حضور اتباع افغان در ایران بسته به نیاز کشور است احمد وحیدی وزیر کشور در گفتگو با تاپناک مطرح کرد از آنجا که حضور افغانستانی ها در ایران بسته به نیاز کشور است آن دسته از مهاجرینی که بیش از حد ظرفیت مورد نیاز در کشور باشند بازگرداننده می شوند به گزارش تاپناک در پی ورود انبوه اتباع غیرمجاز افغانستانی به ایران نگرانی ها افزایش پیدا کرده و پیگیری های مدنی رسانه ای و غیره درباره ساماندهی به این وضعیت با جدیت بیشتری دنبال شد با این حال همچنان شاهد حضور اطبا در کشور هستیم آد برگر الان در حال انجام هست اونا هم که مجاز هستن به اساس سقف نیاز کشور باقی خواهم بود ما باقی باید برگردانده یعنی خیلی عجیب است احمد وحیدی وزیر کشور وزیر یک کشور اسم میگه میزنه میگه که کسایی که غیر مجاز است برگردانیده میشن و او کسایی هم که مجاز هستن حتی و ما اگر نیازی به اونا نداشته باشیم اونا را هم ما برمیگردانیم که ای ما میبینین واضح میگه در ویدیو و ای خیلی جالب است و عجیب است نظر شما چی است؟ نظر خود حتما بگوین در مورد دو خبر در کامنت بریم ببینیم که مردم در کامنت های از همین پوستی که منتشر شده می خبر که منتشر شده مردم چه گفته کسی گفته پس به خاطر انسان دوستی نگاهشون نداشتیم یک ایرانی گفته می ازشون کار بکشیم کس دیگه گفته لطفاً محترمانه برگردن همین حرف وزیر باعث میشه اون ده میلیون باقی مانده در اونجا هم مثل مرخ بریزن ایران که حتما وزیر چنین چیزی گفته بوده که لطفا محترمانه برگردین ای ایرانی چنین چیزی گفته ده میلیونی که گفته باقی مانده در افغانستان و ما هم باعث میشه که بریزه ایران وزیر کشور لطف کنن کسی دیگه گفته وزیر کشور لطف کنن سری به چهار ها و میادین شهرها بزنند و جوانان بسیار را که منتظر پیشنهاد کار ساختمانی هستند را ببینند این جور حرف زدن وزیر کشور نشان دهنده عدم اطلاع ایشان از بازار کار کمبود ساده ترین شغل ها و تعداد بیشماری بیکاران است کس دیگه گفته افغان جزو و ایرانی برای ایران هیچ منفعتی ندارند با این تعداد زاد و ولد بی حساب فقط هزینه بر هستند دوستان گرامی مسئله نیروی کار در یک کشور خیلی یک مسئله پیچیده ای است که هر کسی که در موردش اطلاعات نداره نباید در موردش گپ بزنه دوست ما به نظر میرسه که از این مسئله آگاه نیست مقدار نیروی کاری که افغان ها برای ایران ها ایجاد کرده برای ایرانی ها ایجاد کرده شاید در هیچ کشور مهاجرا ایجاد نکرده باشه کسی دیگه گفته هیچ فکر کردید این جمعیت افغانی در ایران اگر شورش سراسری کنند هیچ کس جلودارشون نیست و حتی می توانن ایران را اشغال کنند ای دوست ما ای تو فکر کرده که شاید رفتن مهاجران افغان در ایران سازمان یافته باشه یا نه یک پلان بوده باشه که اینا اونجا رفتن در حالی که به خاطر کار رفتن ما هم قسم کامنت های خیلی زیادی وجود داره دوستان عزیز بازو میگم نظر خودتان را در کامنت بگوین حتما زیر از ویدیو کامنت بتین شما هم نظرتان بگوین بگین و اگر از ویدیو خوشت اومد حتما لایک بزنید ویدیو باعث میشه که ما هم باید شویم و اگر میخوای از جدیدترین اخبار رویدادها و دقیق ترین اطلاعات در مورد اطبا مهاجرت ویزاهای و غیره هم مطلع شوی حتما چینل ما را کانال ما را تیز اسکالر را سابسکرایب داشته باش تا جدیدترین ویدیوهای ما به شما بیاید وقت خوش خدا نگهدار